سلام به همگی خوش آمده این دیگه ویدیو دیگه چه اتفاق افتاد دیشب برای مارکت ارزهای دیجیتال بیت کوین در حال حاضر روی 42700 دلار نشسته اتریوم 3300 دلار دی ویدیو توب یک آپدیت برایتان از مارکت ارزهای دیجیتال میدیم چه اتفاق افتاده چرا مارکت افت کرد و چند تا خبر از بعض آلکوین کوین ها فقط ویدیو تا انتخاب با من همراه باشین اگر هنوز ویدیو لایک نکردین بریم پایین دو دکمه لایک کلیک کنین جدید هستین در کانال کانال هم سابسکرایب کنین و زنگوله کنارش آل قرار بدین تا از آپدیت روزانه مارکت بی خبر نمانین دارایی کل مارکت روی 2.18 تریلیون دلار نشسته نزدیک 8 درصد کاهش در 24 ساعت گذشته ایتریوم 3300 دلار بیت کوین 42700 دلار سولانا تقریبا 50 درصد از بالاترین سطح قیمتی خود رفته پایین الان روی 148 دلار هسته و یک نگاهی هم بندازیم به شاخص ترس و تمه بیت کوین شاخص ترس تمه بیت کوین روی 15 هسته معمولا بر اساس تاریخ یا بر اساس گذشته وقتی شاخص ترس و تمه بیت کوین اینجا هسته دیگه یک وقت خوب برای دلار کاست اوریجینگ هسته برای خرید پله کدام سیگنال یا پیشنهاد خرید نیست ولی در حال حاضر اکثریت سرمایه گذاران خورد ارزی دیجیتال ترسیده خیلی یا همیال در ضرر مفروشه حالا به وارد خبران برتان میشم که چی باعث شد که مارکت یک مقدار افت کنه اگر ما بریم روی چارت قیمت یک سال گذشته بیت کوین در شروع تابستان سال گذشته دولت چین معاملات و استخراج بیت کوین را ممنوع کرد شما باید بدانید که دولت چین بیش از 50 درصد یا ماینر هایی که در کشور چین بودن بیش از 50 درصد هشریت بیت کوین تشکیل میدادن که اون وقت ما شاید یک افت سنگین از هشریت بیت کوین بودیم و همچنین ایلون ماسک اعلان کرد که دیگه از بابت شما نمیتوانید با بیت کوین خودروهای تسلا را خرید کنین خبرهای منفی زیاد داشتیم مارکت یک یک ریزش سنگین کرد بعدش تا یک مدت در یک حالت کانسلیدیشن بود و در حال حاضر یک جورای شبیه به شروع تابستان سال قبل هستم بیت کوین آمد پایین پس دوباره رفت تا کانال چیل هزار دلار پس دوباره آمد پایین چندین بار پول بک زد حرکت میزد پول بک زد و آخرین بار دیگه آمد حمایت 29900 دلار را تاچ کرد و بعدش ما شاهد یک رالی خوب از مارکت را بودیم و در حال حاضر هم یک جورای شبیه به شروع تابستان سال قبل هستم و خبرایم که در حال حاضر وجود داره هم شبیه هم و خبرای منفی شروع تابستان سال قبل هستن در کوتاه مدت هیچ کسی نمیتونه این مارکت رو پیش بینی کنه که کجا خواهد بود خودم شخصا هیچ هیچ برنامه‌ای برای فروش ندارم جز دلار کاست ابریجینگ خرید پله به پله و منتظر میمانم اخبار دنبال مانم ببینیم که چی خواهد شد حالا خبرای منفی چی هست چرا مارکت یک مقدار بیشتر افت در حال حاضر اتحادیه اروپا و همچنین بعضی کشورهای اروپایی دوچار مشکل ذخیره برق دوچار مشکل انرژی و برق شدن دوچار مشکل انرژی و برق شدن از جمله قزاقستان که حدودا 18 درصد از هش بیت کوین تشکیل میدن اینا دچار مشکل انرژی و برق شدن که فکر استخراج استخراج بیت کوین هم ممنوع کردن و هشریت بیت کوین هم رفت با این و همچنین کشور کوسوو هم دیروز اعلان کردن که اونا استخراج بیت کوین را ممنوع کردن و فدرال رزرو آمریکا همو اینترست ریت که حالا بهره میگه چی میگیم می او را میخواه به زودی افزایش بده و این تاثیر منفی نه تنها روی مارکت ارز دیجیتال روی تمام بازارهای مالی گذاشت بازار بورس بازار بورس هم نزدیک 3.3 درصد افت داشته امروز نسلک بورس آمریکا ارزهای دیجیتال هم 5 درصد افت داشته دیگه در حال حاضر خبرهای منفی زیاد هست دیگه بعضی وقت شما میدانید که چنین خبرهای منفی در کوتاه مدت تاثیرش بیشتر از خبرهای مثبت هست بعضی وقت خب حالا تا اینجا نتیجه زی دقیق مشخص نیست که کار فدرال رزرو آمریکا میخواد واقعا انجام بده ولی خبرش دیروز آمد بیرون شهردار نیوورک آمریکا آقای اریک آدم دیروز در یک مصاحبه در شبکه خبری سین بی سی برای مردم یک جورایی پیشنهاد دادن که بیت کوین خرید کنید و میگه یک از بهترین کارهایی که ما در سرمایه گذاری میتونیم انجام بدیم وقتی که مارکت خراب هسته وقتی مارکت در حال ریزش هسته خرید کنیم یعنی در دیپ خرید کنیم و خودشم به تازگی پولای تقریبا خوبی روی بیت کوین سرمایه گذاری کرده و وقتی شهروند یا شهردار یک, یک شهر بزرگ مثل آمریکا برای مردم پیشنهاد خرید بیت کوین و ارزهای دیجیتال میده پس شما چی نظر دارین شما که بیننده ای ویدیو هستین در 24 ساعت گذشته بعد از اینکه مارکت یک دیپ کرد چین لینک و پالیگون ماتیک دو تا عرضی بوده که بیشترین خرید را بین نهنگای اتریوم داشته. یا دو تا دو تا بوده که بیشترین خرید را در, در کل مارکت ارزهای دیجیتال داشته. ابدیان نهنگای اتریوم خریدای سنگین داشته، خریدای سنگین چین لینک، گالا، پالیگون ماتیک، شیبا، هم تا جایی. حمایت خود را خوب نگه داشته و دیشب بزرگترین نهنگ ایتریوم 260 میلیون دلار آمریکایی ارزی چین لینک خریداری کردن و این فکر کنم بزرگترین تریدی هست که اینا انجام دادن بزرگتر بله بزرگترین تریدی هست که بزرگترین نهنگ ایتریوم انجام داده 260 میلیون دلار از ارزی چین لینک خریداری کرده و این سمت دیگه سامسونگ هم وارد دنیای متاورس شد سامسونگ به تازگی یک استوری یک بوتیک یا آره دیگه بوتیک بوتیک روی دنیای متاورس باز کرده و اونم روی متاورس دیسنترالان دی خودشان هم در توییتر ایر تایید کردن و میخواین اینجا اکسری پروگرام های رو را راندازی را کنه از قبیل بازینا و همچنین NFT جایی که فقط کاربران کاربران شبکه یا کاربران متاورس دیسنترالند میتواند دسترسی در این بازی که ای قرار سامسونگ روی متاورس دیسنترالن بسازد دسترسی داشته باشه بازی کنه و همچنین با بازی کردن میتواند NFT ریوارد بگیره. اخیرا خبر جالب برای شاخه متاورس NFT هست و سامسونگ یک نام بزرگ است و روز دیگه اعلان کردن که روی تلویزیون خود میخواه امکان معاملات NFT رو بیده و تلویزیون هایش هم فکر کنم بیرون یا یک سری نسخه هایش هم ها آمدن بیرون و الان هم روی وارد دنیای متاورس شدن و این سمت دیگه ماری گوتسره که همه شما میشناسین علاقه من اگر علاقه من به فوتبال باشین ماری کازه کسی که گل جام جهانی 2014 رو زد درسته 2014 و داره 2014 در زد به تازگی یک تویت زده گفته یک قدم کوچیک برداشتم به سمت دنیای ارزهای دیجیتال و یوزر تویتر خود گذاشتم هم گذاشته. ماریو گودز دات ای تی دومین ایتریوم رو گذاشته خودشم وارد دنیای وارد دنیای ارزهای دیجیتال شده و همچنین وارد NFT وارد دومین های شبکه ایتریوم ای بود از ویدیو امروزی اگر من در اینستاگرام نداره حتما در اینستاگرام فالو کنین نام اینستاگرام دقیقا نام یوتیوب مسته امیدوار هستم که ویدیو براتون مفید بوده باشه لایک و کامنت فراموش نشه همه در ویدیو فردا میبینیم تا ویدیو بعد خدا نگه